26مین روز تیر ماه برابر با 17 ژوئیه سال 1169 خورشیدی برابر با 1790 میلادی. در گذشت آدام اسمیت، اقتصاددان و فیلسوف معروف انگلیسی. آدام اسمیت که در اسکاتلند به دنیا آمده و تحصیلاتش را در رشته اقتصاد به پایان رسانیده، برای مدتی در دانشگاه گلاسکو به تدریس منطق، فلسفه و اخلاق پرداخت. اسمیت همزمان به تحقیق پیرامون فلسفه و اقتصاد مشغول شد. کتاب‌های فلسفه اخلاق و عواطف اخلاقی را منتشر نمود. بدین ترتیب فلسفه خیش را که عبارت از حکم فرمایی رحم و انصاف و مهربانی در جامعه بود بیان کرد و همدردی را اساس همه عواطف اخلاقی معرفی نمود. کتاب‌های اخلاقی او که بنیادهای تازه و محکمی برای اخلاق می‌گذاشت وی را سخت مشهور کرد. سال 1290 خورشیدی برابر با 1911 میلادی، بازگشت محمد علی شاه به ایران پس از پناهندگی به روسیه. محمد علی شاه پس از خلع از سلطنت و پناهندگی به سفارت روسیه در تهران از ایران خارج شد و در شهر اودسا در روسیه اقامت گزید. وی پیوسته در پی بازگشت به ایران و تصرف تاج و تخت از دست رفتش بود. بدین منظور در مسافرت‌هایی به شهرهای اروپایی با هواداران ایرانی و خارجی خود ملاقات و گفتگو می‌کرد، تا اینکه سرانجام با یارانش به همراه مقادیر زیادی مهمات جنگی از راه روسیه به دشت گرگان روی آورد. دولت نیز برای دفع وی نیروی مجهز کرد و پس از اعلام حکومت نظامی برای زنده و مرده شاه سابق جایزه هنگفت معین نمود، که همین امر بیم و هراسی سخت بر دل محمد علی میرزا و نیروهایش افکند و با وجود کمک‌های روسیه در برابر قوای دولتی شکست خورد و مجبور به فرار گردید. پس از این واقعه دولت حقوق سالیانه‌ای را که به او پرداخت می‌شد قطع کرد. سال 1315 خورشیدی برابر با 1936 میلادی، در گذشت عماد الکتاب. محمد محسن سیفی قزوینی، مشهور به عماد الکتاب، در شهر قزوین به دنیا آمد. پدرش میرزا محمد قزوینی قباله نویس بود و مادرش از سادات سیفی قزوینی. به همین خاطر هم او نام خانوادگی سیفی را برگزید. محمد حسین در 8 سالگی به مکتب رفت و به خاطر علاقه وافرش به هنر خوشنویسی مدتی نزد میرزا محمد علی خوشنویس قزوینی به فراگیری خط پرداخت. عماد الکتاب در سن 24 سالگی به تهران عزیمت کرد و برای گذراندن معاش و تأمین هزینه زندگی در خیابان ناصریه یا همان ناصر خسرو فعلی آموزشگاه خوشنویسی به نام دارالکتاب تأسیس نمود. وی بنا به دستور مظفرالدین شاه به مدت 3 سال به کتابت شاهنامه پرداخت و پس از اتمام آن از طرف شاه ملقب به عماد الکتاب شد.